خشم نیروهای هوایی بر جنرالان پاکستانی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. سیام نایاب در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: خشم نیروهای هوایی بر جنرالان پاکستانی. تادین خان فرمانده امنیه کندهار گفته است که امروز نیروهای هوایی کشور کاروان بزرگ طالبان و جنرالان پاکستانی را که برای عکس گرفتن جمع شده بودند مورد بمباردمان قرار دادند که در نتیجه 55 تروریست به شمول نظامیان پاکستان هلاک و شمار زیادی زخمی شدند. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. این در حال است که روزنامه 8 صبح در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: افغانستان در ماتم، نکشید، حذف ممکن نیست. یک روز پس از رویداد خونین در دانشگاه کابل، حکومت روز سه‌شنبه را ماتم ملی اعلام کرد و دستور داد که پرچم ملی در داخل و بیرون از کشور به حالت نیمه برافراشته شود. افزون بر این، شمار زیادی از دانشجویان و فعالان مدنی برای یاد بود از قربانیان رویداد و اعتراض به وضعیت امنیتی کنونی در کابل و برخی دیگر از نقاط کشور گرد آمدند. این معترضان خواهان شفاف شدن وضعیت جنگ و صلح در کشور شدند و از مردم نیز خواستند که صف بندیشان را مشخص کنند. در همین حال حکومت برای بار دیگر گروه طالبان را مسئول حمله بر بزرگترین نهاد تحصیلی کشور دانست. این گروه اما در سهم خود دست داشتن در رویداد خونین روز دوشنبه را رد کرد. رهبران سازمان ملل متحد، سازمان همکاری های اسلامی، ناتو و نمایندگان 42 کشور دیگر ضمن نکوهش حمله بر دانشگاه کابل بر اهمیت آتش بس و صلح تاکید کردند. همچنان اتحادیه اروپا و کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان و آلمان بیرق هایشان را در نمایندگی هایشان در افغانستان به حالت نیمه بر افراشته در آوردند. هیئت مذاکره کننده دولت در قطر اما از گروه طالبان خواست که برای رفع مسئولیت ها از دوش این گروه باید آتش بس فوری را بپذیرند و دست دشمنان را از گلوی مردم کوتاه سازند. پس از حمله بزرگترین نهاد تحصیلی کشور روز سه‌شنبه 13 عقرب طبق اعلام حکومت ماتم ملی بود و پرچم ملی در داخل و بیرون کشور به حالت نیمه برافراشته درآمد. خانواده های 22 قربانی رویداد خونین روز دوشنبه دانشگاه کابل اجساد قربانیان را به خاک سپردند. حمله بر دانشگاه کابل با موجی از واکنش های تند روبرو شد. صدها تن در کابل، پکتیا و برخی دیگر از ولایت ها صدای اعتراض بلند کردند. دانشجویان و فعالان مدنی با نصب بنرهای بر در و دیوار دانشگاه کابل این حمله را به گروه طالبان نسبت دادند و خواستار روشن شدن وضعیت جنگ و صلح در کشور شدند. آنان همچنان از عالمان دین خواستند که باید سکوتشان را بشکنند و جامعه بین المللی نیز گام های جدی پیرامون وضعیت کنونی بردارد. این دانشجویان و فعالان مدنی با شعار ما را نکشید، گلوله کم می آورید، ما زیاد هستیم، تصریح کردند که حذف مردم امکان پذیر نیست. در پکتیا نیز جمعی از دانشجویان گرد آمدند و از قربانیان یاد بود کردند. آنان افزون بر همدردی با خانواده های قربانیان رویداد دانشگاه کابل گفتند که حمله بر دانشگاه ها، مکاتب و تأسیسات آمد در واقع حمله بر علم و دانایی است. دانشجویان در پکتیا بیان داشتند که مرگ دانشجو مرگ پیشرفت است و قتل دانشجو نیز نابودی آینده کشور را به همراه خواهد داشت. مراسم فاتحه خوانی برای قربانیان رویداد روز دوشنبه 12 عقرب سال 1399 نیز در همه ولایت ها برگزار شد. برخی از اشتراک کنندگان مراسم یاد بود از این قربانیان حمله بر دانشگاه کابل را جنایت بشری عنوان کردند و خواستار بررسی جدی این
رویداد شدند. حکومت یک روز پس از رویداد برای بار دیگر بر اثبات شدن رد پای گروه طالبان در حمله بر دانشگاه کابل تأکید کرد. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، روز سه شنبه 13 عقرب سال 1399 گفت که این حمله کار طالبان بوده است، زیرا با گفته وی صلاح باقی مانده از تروریستان با آنچه که در عکس های اعلامی داعش جلی آمده است مطابقت ندارد. او دیوار نگاری مهاجمان و پرچم خونین طالبان را دیگر نمونه از نقش طالبان در این حمله دانست. با گفته صالح، حمله بر دانشگاه کابل با شیوه خون‌آشام شبکه حقانی مطابقت دارد و شبیه سبک گروهی است که طالبان زیر نام فاتح زواک در خوست ساختند. وی به کسانی که این رویداد را به داعش ربط می‌دهند تأسف خورد و تأکید کرد که ده ها ثبوت سخت و نرم در اختیار دارد که رد پای گروه طالبان در حمله بر دانشگاه کابل را ثابت می سازد. مسئولان طالبان نیز روز پرکاری داشتند و در چندین مورد برای رفع مسئولیت تلاش کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در واکنش به سخنان معاون اول ریاست جمهوری گفت که دیوارنگاری و پرچم پرخون در محل رویداد صحنه سازی بوده است. طالبان اعلامیه کمیسیون تحصیلات عالی و تعلیم و تربیت این گروه را نیز نشر کردند که در آن حمله بر دانشگاه کابل توجیه ناپذیر خوانده شده بود و دست داشتنشان در آن را رد کرده بودند. تنش‌ها میان مقامات حکومتی و اعضای برجسته گروه طالبان حتی در زیر پست‌های رسانه‌های اجتماعی رسید. آقای صالح در صفحه توییترش نوشت که طالبان پیشتر گفتند در خشونت علیه حکومت گروه دیگری جز طالبان وجود ندارد، اما اکنون از گرفتن مسئولیت آن سرباز میزنند. احمد الله وسیق، معاون کمیسیون فرهنگی گروه طالبان، اما در زیر پست توییتر امرالله صالح نوشت که این حرف دقیق است، اما به جز مهمانانی که حکومت نگهداری میکند. طالبان پیشتر نیز داعش را مسئول این حمله خوانده و حکومت را به کمکاری در امر مهار این حمله متهم کرده بودند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.